سلام، من سید محمد موسوی هستم و توی این آموزش میخوام مقدمه ای رو بگم از SVG و اینکه چطور باید با SVG کار کنیم. مواردی که میخوایم با هم بررسی کنیم اینه که اول از همه SVG چیه، تفاوت SVG با بقیه تصاویری که تا الان باشون حالا آشنا هستیم و به صورت روزمره ازشون استفاده میکنیم چیه، موارد کاربرد SVG چیه و اینکه اصلا چرا باید از SVG استفاده کنیم، چرا از همون فرمت‌های تصویری که تا الان باهاشون آشنا هستیم استفاده نکنیم، و در آخر هم نگاهی میندازیم به اینکه چطور باید SVG رو بنویسیم. SVG چیه؟ SVG مخفف Scalable Vector Graphicه و در واقع یه وکتور گرافیکیه که قابل اسکیل کردنه، میتونیم اندازش رو کوچیک یا بزرگ کنیم. این اسکیل کردن خب مشخصه خیلی مهمیه، به خاطر اینکه زمانی که ما با یک دوربین یک تصویری رو ثبت می‌کنیم، این تصویر دیگه اسکیل قابل اسکیل کردن نیست از یک نظر، چون اگر این تصویر کیفیت پایینی داشته باشه، ریزولوشنش با اون چیزی که مد نظر ما هست تفاوت داشته باشه و کمتر باشه، ما خب اینو نمیتونیم به این راحتی ها کیفیتش رو بالا ببریم و ریزولوشن رو بزرگ کنیم. تقریبا هیچ راه حل عملی و 100% برای بالا بردن ریزولوشن و کیفیت وجود نداره، برای همین اسکیلبل نیست. این اسکیلبل بودن برای SVG خیلی مهمه، که البته نقدهایی هم وجود داره به این که اصلا چرا این اسکیلبل اومده داخل حرف SVG، چون همه فایل های گرافیکی اسکیلبل هستن، مثل مثلا پست اسکریپت که توی برای فایل های PDF استفاده میشه و مال استانداردی هست که شرکت ایدوبی آورده. اسکیلبل وکتور گرافیک یا همون SVG ها در واقع با یک زبان XML نوشته میشن که XML یک زبان نشانه گذاریه. XML ها تکست بیسن و یه استاندارد وب به حساب میاد و این که میتونه استفاده بشه برای توصیف کردن تصاویر که بتونن در هر اندازه و در هر سایزی رندر بشن و کاربر اونها رو ببینه. در واقع نسبت SVG به گرافیک مثل نسبت HTML به تکست میمونه، یعنی همونطور که ما برای تکستمون توی وب از HTML استفاده میکنیم، برای گرافیک هم از SVG استفاده میکنیم. برای اینکه تفاوت بین SVG و بقیه تصاویر بیتمپ واضح تر باشه، به این دو تا تصویر دقت کنید. تصویر سمت راست SVGه. اگه دقت کنید یه حرف، یه کاراکتر S انگلیسیه که بزرگ شدهش با کوچیک شدهش از نظر کیفیت تفاوت خاصی نداره، به خاطر اینکه SVG انگار داره یک سری معادلات ریاضی، یک سری اشکال که ریپرزنتیشنشون به صورت ریاضی چه چیزی میشه رو داره نگهداری میکنه، مثلا دایره، مستطیل، خط و منحنی ها، اینها رو به صورت ریاضی داره نگهداری میکنه. چون این اشکال رو نگهداری میکنه، بعد ما میتونیم توی هر سایزی که بخوایم این اشکال رو رندر کنیم. اما تصاویری مثل JPEG، PNG و حالا کلا بیت مپ ها جدای از اون متدهایی که برای انکد کردن و کاهش حجم و اینها دارن، در نهایت انگار یه حالت ماتریس مانند وجود داره. توی این ماتریس بیت ها داره نگهداری میشه، اسخای می کنم پیکسل ها داره نگهداری میشه. هر خونه ماتریس ما یک پیکسله که مقدارش اگر تصویرمون سیاه‌سفید باشه بین 0 تا 255. حالا اگر این ماتریس به اندازه کافی بزرگ نباشه، کیفیت ما پایینه. الان همونطور که میبینید این کاراکتر S، اگر من بخوام کیفیت بالاتری ازش رو در تصویر سمت چپ داشته باشم، ماتریسی که مشاهده میکنید که دقیقاً مشخصه که پیکسل ها در واقع هر پیکسل خونه یک خونه ماتریسه و اون پیکسل ها مشخصه کاملا، اگر من بخوام کیفیت بالاتری از این رو داشته باشم، باید یک ماتریس بسیار بزرگتر رو نگهداری کنم، و باز اگر کیفیت بالاتری نیاز باشه، هم این ماتریس همینطور باید بزرگتر بشه. و اینکه اگر من نتونم اون رو تولید کنم، راه حل خاصی برای اینکه یک ماتریس رو بزرگ کنم و کیفیت عکس رو ببرم بالا وجود نداره. برای همین میگیم این تصاویر اسکیلبل نیستن. و اینکه خب به هر حال هر چقدر هم ما سایز ماتریس رو بزرگ کنیم، اون ماتریسی که در واقع انگار داره هر پیکسل رو نگهداری میکنه، ممکنه یه نفر بیاد و یک کیفیت بالاتر و ریزولوشن بالاتری رو بخواد و باز ما نمیدونیم بعد چی کار کنیم. و اینکه خب طبیعتاً هر چقدر هم ما این ماتریس رو داریم بزرگتر میکنیم، حجم بیشتری رو هم داریم نگهداری میکنیم و این مشکل حجم رو هم ما داریم. موارد کاربرد SVG، بیشتر کاربرد SVG توی وب دیولپمنت و توسعه وب هستش. برای آیکون ها، لوگو ها، طراحی های گرافیکی و فونت ها هم استفاده میشه.
خب همینجا باید متوجه شده باشین که بیشتر این مواردی که در واقع جزء کاربردهای SVG هست، مواردیه که نیاز به اسکیلبل بودن و تغییر سایز کاملا احساس میشه. مثلا شما لوگو رو در نظر بگیرید، لوگوی یک شرکت ممکنه خیلی کوچیک روی کارت ویزیت در واقع چاپ شده باشه، یا ممکنه روی یک بنر تبلیغاتی خیلی بزرگ در سطح شهر. خب طبیعیه که اون لوگویی که روی کارت ویزیته نیاز به ریزولوشن چندانی نداره، ولی اون لوگویی که روی اون بنر تبلیغاتی بزرگ که در سطح شهر نصب میشه ریزولوشن خیلی بالایی میخواد. با SVG ما چنین مشکلی رو اصلا نداریم، اصلا نیاز نیست به این موضوع فکر کنیم، چون فرقی نمیکنه که ما این رو چقدر کوچیک یا چقدر بزرگ میخوایم، کاملا اسکیلبل، اصلا کیفیتی رو از دست نمیدیم. اما اگر میخواستیم از بیت مپ استفاده کنیم، از یه فرمتی مثل JPEG یا PNG استفاده کنیم، این قضیه خیلی برامون بد حائز اهمیت میشد که باید حتما از تصویری استفاده میکردیم که تصویر با کیفیت باشه که بتونیم توی اون بنر بزرگ که در سطح شهر نصب میشه هم قابل استفاده بشه. فونت ها هم برمیشه، به هر حال ممکنه یه نفر بخواد از یه سایز خیلی بزرگی برای متنش استفاده کنه و نباید کیفیت رو از دست بدیم. همین موضوع برای آیکون ها و طراحی گرافیکی هست. توی وب دیولپمنت هم خیلی استفاده میشه، به خاطر اینکه خب الان دستگاه های موبایل به اینترنت دسترسی دارن، میتونن صفحات وب رو ببینن، تلویزیون های هوشمند 80 اینچ هم میتونن صفحات وب رو ببینن. خب این اسکیلبل بودن خیلی مهمه، چون تصویری که توی صفحه موبایل ممکنه با کیفیت به نظر برسه، روی یک مانیتور 80 اینچی ممکنه بی کیفیت به نظر برسه، که SVG این مشکل رو حل کرده. چرا باید از SVG استفاده کنیم؟ اسکیلبل بودن، حجم کم و در این حال کیفیت بالا، و اینکه با کیفیت بالا میتونه روی تمام صفحه نمایش ها در واقع دیده بشه، از گوشی موبایل گرفته تا یه صفحه نمایش 80 اینچ. هیچ مشکلی در این مورد نداریم با SVG. حالا چجوری SVG بنویسیم؟ SVG همونطور که قبلا گفتم از XML استفاده میشه برای نوشتن SVG، و اینکه XML یه زبان نشانه گذاری مشابه HTML. یه نمونه ساده از XML رو اگه بخوایم ببینید توی پایین صفحه مشاهده میکنید، در واقع دوتا تگ SVG باز شده و حالا المان هایی بین اون دوتا قرار گرفته که بعدا در موردشون صحبت میکنیم، ولی به عنوان نمونه این چند خطی که در پایین صفحه در واقع میبینید، چهار خطی که میبینید، تصویر پایین صفحه که یک دایره مشکی رنگ هست و یک مربع به رنگ خاکی، این تصویر در واقع معادل همون SVGیه که مشاهده میکنید. شما میتونید فایل SVGی تون رو در واقع بنویسید، توسط برنامه‌هایی که عکس رو باز میکنن بیشترشون پشتیبانی میکنن و فایل SVGی رو باز میکنن، و میتونید با مرورگرتون هم باز کنید، یعنی میتونید یک فایل HTML داشته باشید، این SVGی رو بنویسید اونجا، با مرورگر فایل HTML رو باز کنید و فایل SVGی تون رو مشاهده کنید. برای نوشتن SVG خب اولین چیزی که جلب توجه میکنه تگ باز و بسته SVG هستش. یه تگ SVG باز میکنیم و یه تگ SVG رو هم میبندیم. بین این دو خط هر چیزی رو که بنویسیم داخل SVG ما نمایش داده میشه. برای SVG مون ما یه طول و یک عرض در واقع مشخص میکنیم. این طول و عرض یک سیستم مختصات به ما میده که بعد ما المان هایی که داخل این SVGه بر اساس این طول و عرض بهشون میگیم کجا قرار بگیرن. برای مثال فرض کنید من میخوام یک دایره رو قرار بدم. خب دایره رو ما توی ریاضی با چی میشناسیم؟ یکی با مرکزش میشناسیم، و یک مورد دیگه هم این که شعاعش چقدره. خب من اینها رو میدم و با توجه به مختصات، با سیستم مختصاتم، اون در واقع تصویر دایره رندر میشه. الان من گفتم که یک SVG دارم که طول و عرضش 300. اگر در واقع مشخص نکنید که معیارتون چیه، به صورت خودکار پیکسل در نظر گرفته میشه، و گفتم داخلش یک دایره است، آرم ریدیوسش در واقع هستش که گفتم شعاعش 100، و سی ایکس و سی وای هم مختصات مرکز دایره هستش، گفتم در مختصات 100 قرار داره. حواستون باشه که اگر این مختصات رو، در واقع اگر این مرکز رو جایی بذارید که بخشی از دایرتون نتونه داخل همون 300 پیکسل در 300 پیکسل SVG تون قرار بگیره، خب اون بخش کلا نادیده گرفته میشه و هیچ اروری به وجود نمیاد، هیچ مشکلی به وجود نمیاد، فقط نادیده گرفته میشه. تصویر کد SVG که در واقع برای دایره نوشته شده تصویر سمت راست هست. حالا یه چیزی که شاید توجه شما رو جلب کنه اینه که من برای این دایره مشخص نکردم که رنگ این دایره چی باشه. به صورت خودکار رنگش مشکی در نظر گرفته میشه. اگر بخوام رنگ رو هم مشخص کنم به این شکل، میام از فیل استفاده میکنم، به معنای پر شدن، اینکه با چه چیزی پر بشه.
حواستون باشه که کالر نیست، بک‌گراند نیست و از فیل استفاده شده. در واقع مفهومش اینه که با چه چیزی اون شکل رو پر کنه، که من گفتم با رنگ قرمز پر کن. خب این هم نتیجه. حالا سوالی که شاید پیش بیاد اینه که چرا وقتی نمیگیم رنگ چی باشه، رنگ رو مشکی در نظر میگیره؟ چرا سفید در نظر نمیگیره؟ شاید خیلی از ما رنگ پیش‌فرض رو رنگ سفید در نظر بگیریم، اما این اشتباهه. توی بیشتر صفحه نمایش ها و کلن دنیای کامپیوتر فرمت RGB خب فرمت شناخته شده ایه، به این صورت هستش که از ترکیب قرمز و رد، در واقع قرمز گرین سبز و بلو هم آبی، از ترکیب قرمز و آبی و سبز میاد رنگ های دیگر رو تولید میکنه. این نوع در واقع سیستم رنگی ادیتیو یا افزودنی شناخته میشه، به این معنی که من یه پس زمینه مشکی دارم، پیکسل ها زمانی که خاموشن روی مانیتور شما مشکی هن. من یه پس زمینه مشکی دارم، حالا چه چیزی رو اضافه کنم که همه رنگ ها رو بتونم تولید کنم؟ خب چیزی که مشخصه اینه که اگر یه پس زمینه مشکی داشته باشم، با افزودن مقادیر مشخص قرمز و آبی و سبز هر رنگ دیگه قابل تولیده. برای همین در واقع اگر ما رنگ رو مشخص نکنیم، رنگ پیش‌فرض عملاً مشکیه، به خاطر اینکه ما هیچ چیزی رو مشخص نکردیم، پس از همون پیش‌فرض استفاده میشه، انگار هیچ چیز رو اضافه نکردیم، اون عمل افزودن رو انجام ندادیم. برای همینه که اگر شما پرینترهای رنگی رو ببینید، معمولاً به این صورت نیست که رنگی که داره در واقع قرمز و آبی و سبز باشه، به خاطر اینکه اونجا پس زمینه‌ای که ما داریم کاغذی که کاغذ سفیده، اونجا باید میان نگاه میکنن به این که حالا ما چه رنگ‌هایی رو به این پس زمینه سفید اضافه کنیم که بتونیم همه رنگ‌های دیگر رو از توش در بیاریم. خب موارد دیگه رو ببینیم برای دایرمون. مثلا من میتونم به دایره‌ای که توی صفحه قبل، اسلاید قبلی دیدین، یک مرز اضافه کنم. در واقع حالا توی CSS اگر آشنا باشید بهش میگیم border، اینجا بهش میگیم stroke. در واقع یک مرز بیرونی بهش میتونم اضافه کنم و بگم که این مرز بیرونی حالا رنگش متفاوت باشه و مشخص باشه. اینجا من گفتم که این استروکم رنگش رو باید مشخص کنم. حواستون باشه جایی که رنگش رو میخواید مشخص کنید، میتونید هم به صورت RGB هکس و هم اینکه اگر اسم مشخصی داره اسمش رو بنویسید، مثلا رنگ‌های مثل رد، گرین، بلو، خاکی، نمیدونم پرپل و چیزهای دیگه، اگر اسمش رو هم بنویسید در واقع رنگ رو میتونید ببینید به صورت پیش‌فرض. یا همین که اینجا من هکسش رو هم آوردم که این نمونه رو هم ببینید، میتونید هکسش رو بنویسید. اینجا الان در واقع دو رقم اول برای R هستش که 0، دو رقم دوم برای G هستش که 0 و دو رقم آخر برای B بلو هستش که FF گذاشتم و این مرز دایره توقع داریم آبی باشه. خود دایره رو گفتم با قرمز پر کنه و توقع داریم یه دایره قرمز با مرز آبی ببینیم. یک عدد هم دادم برای عرض اون مرز که گفتم 5 پیکسل باشه. حالا نتیجه رو ببینیم. توقع داریم یه دایره قرمز رنگ ببینیم با یه border یا همون مرز بیرونی آبی به در واقع عرض 5 پیکسل. خب چیزی که توقع داشتیم نمایش داده شد. ولی اگر به بالا و سمت چپ تصویر دقت کنید، متوجه میشید که مرز انگار برش خورده و یه بخش از مرز نیفتاده. اگر روی تصویر دقیق بشید، سمت راست و پایین تصویر مشکلی نداره، ولی بالا و سمت چپ تصویر اون مرز انگار کامل نیفتاده. علت چیه؟ خب فایل SVG ما 300 در واقع عرض و طولش 300 بود. من گفتم یه دایره میخوام مرکزش 100 باشه، هم X هم Y 100 باشه و شعاع دایره هم 100 باشه. مسئله ای که پیش میاد اینه، از پایین و سمت چپ 100 پیکسل اضافه هم همچنان داریم، مشکلی وجود نداره. ولی زمانی که من یه دایره با شعاع 100 در مرکز 100 و 100 که هم X و هم Y 100 باشه رسم کنم، دیگه از بالا و سمت چپ جایی باقی نمیمونه. یعنی در واقع تمام فضا رو من با اون دایره اشغال کردم از بالا و سمت چپ. حالا الان وقتی که اون استروک رو من اضافه کردم و گفتم استروکم 5 پیکسل باشه، از بالا و سمت چپ جایی برای نمایش استروک وجود نداره و اون رو نمایش نمیده. اینو من مخصوصا آوردم که حواستون به این موضوع باشه که اگر میخواید تمام شکلتون نمایش داده بشه، حتما به این قضیه دقت کنید که داخل فضای اسویجتون باشه. باز هم میگم این اصلا هیچ مشکلی وجود نداره در این مورد. شاید شما از عمد اصلا بخواید این کارو بکنید که شکلتون یه جور خاصی دیده بشه و به اروری هم بر نمیخورید، ولی خب حواستون بهش باشه که نتیجه غیر قابل انتظاری نگیرید بابت این موضوع. یه شکل خیلی ساده دیگه که ما میتونیم تعریف کنیم و داشته باشیم، رکتانگل یا همون مستطیله که با رکت در واقع اون المانشون نشون میدیم.
حالا ریپرزنتیشنی که ریاضی برای یک رکتانگل یا مستطیل داره چیه؟ طبیعتا ما توی مستطیل مثل دایره نیست که یه مرکز و یه شعاع داشته باشیم. توی مستطیل نمایش ما باید متفاوت باشه. یه شکل منطقی برای نمایش مستطیل اینه که ما رأس بالا سمت چپ رو، در واقع گوشه بالا سمت چپ رو، مختصاتش رو بگیم و بعد بگیم از اونجا عرض و طول مستطیل ما چقدره، که اینجا گوشه بالا سمت چپ مستطیل x و y توی مختصات 50 هستش و عرض و طولش رو هم مشخص کردیم که در واقع عرضش 200 و هایتش یا همون ارتفاعش 100. این در واقع میشه نتیجه نهایی. میتونیم حالا موارد دیگه رو هم به این مستطیل اضافه کنیم. مثلا یه چیزی که مستطیل اضافه میشه که کاربرد زیادی هم داره، مخصوصا توی صفحات وب برای دکمه هایی که میسازن با SVG، دکمه های سفارشی شده ای که میسازن که حالا شکل خاصی داشته باشه، اینه که معمولا این مستطیل رو میان لبه هاش رو گرد میکنن. برای این کار ما میتونیم از RX و RY استفاده کنیم. اگر با CSS آشنا باشید، ما اونجا فقط یک مقدار رو میتونیم بدیم برای گرد کردن در واقع اون کورنر ها یا گوشه های یک مستطیل، ولی اینجا دو مقدار رو داریم میدیم. این دو مقدار به چه معناست؟ به این معنی که توی محور X این گرد شدن تا چند پیکسل ادامه داشته باشه و توی محور Y تا چند پیکسل ادامه داشته باشه. برای همین شکل شما ممکنه در نهایت یه حالت در واقع بیزی مانند به خودش بگیره اگر این مقادیر رو تغییر بدید، به خاطر اینکه از یک طرف در واقع این گرد شدنه خیلی زیاده و از طرف کمتره و حالا ممکنه براتون کاربرد داشته باشه و بخواید ازش استفاده کنید. الان نمونه گرد شده رو ببینیم. همونطور که می‌بینید گوشه‌ها گرد شده. اگر مقادیر بزرگتری رو بدید، در واقع این گرد شدنه بیشتر اتفاق می‌افته. تا الان با همین چند تا مورد ساده‌ای که یاد گرفتیم، می‌تونیم خیلی از شکل‌ها رو از ترکیب اینها به دست بیاریم. مثلا اگر توی شبکه‌های اجتماعی دقت کرده باشید، خیلی از ایموجی ها شکل‌های خیلی ساده‌ای دارن. یک در واقع آدمک زرد رنگه که حالا مثلا داره لبخند میزنه یا داره چشمک میزنه یا موارد مشابه. خب شما خیلی راحت الان میتونید با چیزی که تا الان یاد گرفتید ایموجی ها رو بسازید. خب طبیعتا خود اون آدمک زرد رنگی که توی ایموجی وجود داره یه دایره است، چشماش دوباره یه دایره است، اون تخم چشمش رو اگه بخواید در واقع در بیارید باز یک دایره دیگه است، و اینکه لبخندش رو اگر بخواید در بیارید میتونید یک دایره داشته باشید و با یک مستطیل نصف اون دایره رو بپوشونید. نمیگم این بهترین شیوه برای ساختش هست، فقط میخوام این رو درک کنید که با ترکیب این شکل‌ها میشه شکل‌های پیچیده‌ای ساخت. طبیعتاً برای شکل‌های پیچیده لزوماً نیاز نیست که به این فکر کنید که حالا چجوری همین دو سه تا شکل ساده‌ای که من بهتون گفتم رو ترکیب کنید، ولی به هر حال تا همین الان هم میتونید اینا رو ترکیب کنید و شکل‌های پیچیده‌ای رو بسازید. اگر دوست دارید که یادگیری اسمیجی رو ادامه بدید، بهتون پیشنهاد می‌کنم که برید سراغ این که پس‌ها چیان و چجوری میشه استفاده کرد و سراغ ابزارهایی که با اسمیجی کار می‌کنن مثل ایدوبی ایلاستریتور و با اونها کار کنید. از توجهتون به این آموزش تشکر می‌کنم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.